خب شما دیدید که عرضم به حضور شما که چگونه جنگ جهانی در بدن بود، جنگ شیمیایی هم بود، نیروهای کمکی هم می اومد، نیروهای بسیج هم می اومد، نیروهای واکنش سریع هم می اومد، نیروهای انتحاری هم می اومد، یعنی اونقدر کار میکردن خودشون رو میکشتن، فدایا بودن به اصطلاح. یعنی همین چیزا داره تو بدن ما اتفاق میفته. اون وقت میکروب هم خدا ساخته، ولیکن بدن چطور از خودش دفاع میکنه؟ خط دفاعی اول، خط دفاعی دوم، باز پیرمردا رو درست میکنه که به من به گفته این سلولای خاطره میرن یه جا میسن که اگه آینده همین اومد میرن پیش اون پیرمرد که آقا این چجوری حلش کنیم. نیروهای بسیج رو، نیروهای مثلا وقتی جنگ مغلوبه میشه معذرت میخوام، نیروهای دفاعی رو میارن، مردم عادی رو میارن آزمایش میدن، چی؟ آموزش میدن. مگه میشه اینا همه خودی ساخته شده باشه؟ ما اصلا خبرم نداریم، مغزم در این وسط کار خودش میکنه، ما بدونیم که خبر داشته باشیم. به دستور مغز میگه برید بیا سربازای فلان بیاد، به سرباز تولید میکنن، اسلحه تولید میکنن، کارخونه دارن. ما که کوچیک بودیم به ما که تو مدرسه یاد میدادن میگفتن گلوبولای سفید، همش میفهمیدیم گلوبولای سفید. حالا ایشون هم تو این کلیپ برای اینکه بفهمونه ما رو از خیلی چیزا گذشته، گفت فقط یک جزئی رو براتون میگیم. مگه میشه بدون خالق باشه؟ مگه میشه؟ حالا معنی آیه رو میفهمید؟ اگه نمیفهمید بیشتر از اینم به شما نشان خواهد داد. آیه رو بیارید. سنوریهم آیاتنا، نشان میدیم به اونا آیات خود رو، فی الافاق، در دوردستا، و فی انفسهم، در درون بدن. خب ببین دیگه جنگ جهانی بود، حتی یتبین لهم انه الحق، مجبورن قبول کنن که این دیگه تکامل نیست، این خالقی داره. عرض کردم ما که کوچیک بودیم فقط میگفتن که آقا گلوبول سفید است که جنگ میکنه با میکروب. اصلا سیستم اینقدر پیچیده است که سربازی مختلف داره، نیروی دریایی، نیروی هوایی، نیروی مثلا پنجم، هر چیز داره، و باز هر کس میتونه کجا باید دفاع کنه. و جالبه بعد از اینکه کار خود انجام دادن خودشونو میکشن که بعدن به اصطلاح مفتخر نداشته باشه، میگه دیگه کاری نداریم، دشمن از بین رفت، خودشونو میکشن. یعنی اگر سلول از مثلا خودش ساخته شده دیگه باید بخواد زنده بمونه، اما برای بدن داره کار میکنه. ما بگیم که آقا این خودش ساخته شده، کسی که اینه ساخته نمیتونه دوباره ما رو بسازه، نمیتونه قیامت درست کنه. یکم فکر کنید. حالا من در کلیپ 5 یک چیز دیگه به شما نمایش میدم، 4 رو راه کنید، 5 رو باز میگم که چی هست. اول قبل از اینکه چی کنم، شما در اینجا الله جل جلاله بارها در قرآن به ما گفته که شما نگاه کنید، من برای شما گوش داد قرار دادم، چشم قرار دادم، تا میگه ولی شما تشکر نمی کنید، شما میگه تشکر نمی کنید. من بذارید آیش براتون بیارم یک لحظه که چگونه خداوند جل جلاله ما رو ملامت میکنه و سرزنش میکنه بندگان خود رو که شما چرا تشکر نمی کنید. نگاه کنید ببینید، مثلا این آیه آوردید بیدید، و هو الذی انشأ لکم السمع والابصار والافئده قلیلا ما تشکرون. او کسی است که برای شما گوش و چشم و قلب رو قرار داد و شما کم شکر میکنید یا کمی از شما ها شکر میکنید. مثل این آیه زیاد. این گوش چیه؟ گوش میشنوی دیگه، نه؟ تو الان درون این گوش ببین، چون که بشر قدیم که نمیتونست، اگه آدم میمرد گوش باز میکرد، خب گوش بی حرکت بود دیگه، یعنی مثلا تشریح میکردن جسد، هیچ ازش نمیفهمیدن. اما امروز میتونن با توسط دستگاه ها کار درون گوش ببینن. تو چیزی میبینی، همین گوشی که هیچی نیست، تعجب میکنی که آقا مگه میشه؟ این شاهکار خلقته.